سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، من نصرالله قاضی هستم و در برنامه امروز با همکارم رفیق رضا چیتساز که مسلما باید معرف حضور شما باشه صحبتی دارم در مورد مسائل اخیری که در اسرائیل اتفاق افتاد، ولی به جای تمرکز روی مسائل خبری که بسیار هم هولناک بود میخوام از ایشون سوال دیگه ای رو از زاویه دیگه ای بکنم و اونم اینه که بسیاری از طرفداران اسرائیل میگن که اسرائیل به لحاظ ساختار دولتیش یکی از دموکراسی‌های موجود در خاورمیانه است. رفیق رضا، این واقعا صحت داره؟ میشه گفت که اسرائیل سیستم دموکراتیکی داره؟ بله، قبل از هر چیز سلام میگم به شما و بینندگان عزیز. خیلی ممنونم از این فرصتی که برای من وجود آوردید. ببینید، مسئله دموکراسی، وقتی راجع به دموکراسی صحبت میکنیم منظورمون طبیعتاً در اون شکل مدرنی که بعد از انقلاب کبیر فرانسه شکل گرفت، اون با در واقع مسئله شهروندی گره خورد. یعنی دموکراسی مشخصا وقتی بحث راجع بهش میشه دموکراسی سیاسی. دموکراسی سیاسی چیه؟ دموکراسی سیاسی در واقع اون محدوده جغرافیای سیاسی هست که در اون بر مبنای قراردادی که بین شهروندان و دولت بسته میشه یک خاستگاه قدرت اکثریت مردمه، دو تمام شهروندان در برابر دولت بی چیزن به اصطلاح همتراز و هم ارزش هستن. حتما دیدید اون مجسمه در واقع چیز رو دم دادگاه ها، اون خانم بسه، اون خداوند عدالت رو که اون فرشته گرفته، اون چشماش بسته است دیگه. منظور اونجا در واقع اینه که دولت در برابر شهروندان گویی نابیناست، نمیبینه تفاوت ها رو. میتونه مثلا فرض کن تفاوت ها قومی باشه، نژادی باشه، مذهبی باشه، جنسی باشه و هر چیز دیگه که حالا بخواد باشه. به همین خاطر اگر ما راجع به دموکراسی صحبت میکنیم و منظور اون دموکراسی سیاسی از این جنبه بود، واقعیت ماجرا اینه که دولت اسرائیل بنا به تعریف نه تنها نمیتونه دموکراسی باشه، بلکه یک دولت پیشا حقوقیه. یعنی حتی در اسرائیل حقوق اسرائیل حتی یک دولت حقوقی هم نیست. ما میتونیم جوامع حقوقی داشته باشیم که درون دموکراسی رو مثلا وجود نداره، اما به نوعی در واقع دادگاه های رسمی مثلا وجود داره. چرا؟ به خاطر اینکه شالوده در واقع اصلی که دولت یهود بر اون سوار شده، همونطور که از اسمش برمیاد دولت یهوده، و این نگاه یک نگاه نژادی هست. اگر دقت کرده باشید خودتون حتما میدونید که دولت اسرائیل بین در واقع واریه های مختلف تعاریف گوناگون در واقع یهود هی بازی میکنه دیگه. از یک طرف مذهبی میبیندش، از یک طرف مثلا قومی میبیند. واقعیت ماجرا اینه که نگاه در واقع دولت اسرائیل به مسئله نگاه نژادیه و یک نگاه مندرآوردی هم هست. یعنی اینکه شما اگر به مسئله یهود به عنوان یک مذهب نگاه کنید، خب طبیعیه که من امروز باید بتونم برم به عنوان یک نفر که ایدی رو میپذیرم پس باید یهودی بشم. از زاویه دیگه به مسئله ارتدوکسان نگاه میکنین، همچین چیزی امکان نداره. من نمیتونم در واقع یهود بشم، بلکه مادرم باید مثلا یهودی بادی باشه. به همین خاطر اسمی رو که معمولا یا به اصطلاح توصیفی رو که معمولا در باره دولت یهود به کار میبرن یک نوع اتنوکراتیه، یعنی در واقع حاکمیت قومیه که به نظر من غلطه. بهترم در واقع حاکمیت نژادی بگیم، یعنی در اون آپارتاید رو که الان امروزه مد شده خیلی هم میگن، واقعیت اینه که دولت یهود بنا به تعریف آپارتاید هست، نه اینکه امروزه آپارتاید شده. بر خاطر اگر راجع به دموکراسی صحبت میکنن طبیعیه که نمیتونه باشه، و در اسرائیل حتی مسئله شهروندی هم بی‌معناست، نه فقط برای اعراب اسرائیل بلکه برای خود یهودی های اسرائیل. چرا؟ اگر مسئله شهروندی رو به رسمیت بشناسه پس مجبوره که اعراب اسرائیل رو هم به رسمیت بشناسه به عنوان شهروند. به همین خاطر این در واقع تناقضیه که درگیرش هست اسرائیل و نمیتونه دموکراسی باشه. این در واقع
اون فقط جمع بندی بکنم، اون اشاره که بهش میکنم به عنوان تنها دولت در منطقه یا یعنی حق بازیه، چون با اشاره به در واقع اون کفن دوستای دیگه اشاره میکنم که یکی خیلی بهتر از اونا هست. آره، ولی به طرفداران اسرائیل اشاره میکنن که ما انتخابات داریم، مجلس داریم و قانون داریم و اینا رو اساس دموکراسی میدونن. این تناقض چجوری میشه بهشون جواب داد یا باشون برخورد کرد؟ چون که ما همین نمونه رو توی آفریقای جنوبی هم داشتیم، اونا هم آپارتاید قومی بودن، مجلس داشتن، انتخابات داشتن، ولی خب فقط سفیدا انتخاب میکردن. الان یه همچین چیزی هم توی اسرائیل دیده میشه، ولی طرفدارانش میگن که طبق قانونی که شما میگید خب ما هم داریم انتخابات میکنیم. این همشون میونه صحبتتون مسئله دیگه اینه که مثلا احزاب آزادن، خب حزب کمونیست داره، انواع و اقسام احزاب مختلف داره، یعنی این چیزی که حتی تو جمهوری اسلامی هم نیست و اینا به این مسائل در حقیقت متوسل میشن که ثابت کنن که دموکراسی اونجا و دولت دموکراتیک اصلا جامعه دموکراتیک. کاملا درسته اون اشاره شما مخصوصا به آفریقای جنوبی و حتی مقایسه با جمهوری اسلامی هم مثلا تفاوتایی که برجسته میکنید کاملا درسته، اما باید دقت کرد که در زمین تا کار شده در 80 هم کار شده به روی این یهودی های اسرائیل هر دارن که هر حزبی داره، یعنی حتی احزاب فاشیستی هم حتی میتونه وارد مجلس بشه، اما همیشه و در همه حال اعراب در واقع نه اون مثلا کرانه های باختری یا مثلا قضه، بلکه عرب مثلا فرض کنید ناصره در درون خود اسرائیل، اونا هرگز از اون برابری برخوردار نیستن، برای یعنی باید اول داره به مثلا اون احزاب از طرف دادگاه رسمیت پیدا بکنه و یه محقق اسرائیلی که اتفاقا ضد صهیونیسم هم نبود سالیان سال پیش توی این زمینه کار کرده بود که از یک حدی حق ندارن فراتر بدن. در بعد مسئله بعدی که باید توجه کرد یک تفاوت خیلی کلیدی بین آفریقای جنوبی و اسرائیل وجود داره که به نظر من شاید بیش از همه ایلان پپر روی این خیلی دقیق کار کرده، تاریخ نگار برجسته اسرائیلی. اون اینه که به این دلیل هم میگن اسرائیل آپارتاید نیست، اونایی که میگن نیست میگن که در واقع جدایی سازی ما نداری داره اسرائیل که در مثلا آفریقای جنوبی. دلیلش اینه که در کشورهایی که کلونیزه شده اند مادامی که بومیان از لحاظ تراکم جمعیتی فراتر هستند جدایی سازی صورت میگیره. در آفریقای جنوبی یک اقلیت سفید پوست بود، به این خاطر در واقع نه فقط قدرت سیاسی رو داشت بلکه باید به شکل خیلی مشهودی در واقع سیاه‌ها رو زیر میگرفت. در اسرائیل از آنجایی که نطفش با پاکسازی قومی در واقع بسته شد و 800 هزار از 1 میلیون فلسطینی رو آواره کردن، فلسطینی های بازمانده همیشه در اقلیت بودن، به همین خاطر این نیاز وجود نداشته، چون که به جز امروزه که خطر دموگرافیک داره اسرائیل رو تهدید میکنه، میدونه که بخش بزرگی از به اصطلاح یهودی هایی که از روسیه وارد شدن بعد از فروپاشی هم اسرائیل میدونه هم جهان پیرامون یهودی اصلا نبودن، در واقع کسانی بودن که از بدبختی در واقع روسیه فرار کردن اونجا و توی اون صف اول هم هستن، یه توی اون مناطقی که به غلط بهش میگن آبادی سازی ها. این کلمه آبادی سازی ها غلطه، تو اونجا بعد بیابون اینا میگن آبادش در واقع میکنن، ولی مشخصه لر منظور من در واقع اینه. به همه خاطر اون جمعه که شما میگید درسته، اما من باز میگردم باز به اون مسئله شهروندی. ببینید میشه انتخابات داشت بذار از این زاویه دیگه با جمهوری اسلامی مقایسه کنیم. در جمهوری اسلامی همه شهروندهای ایرانی حق انتخاب دارن، اما همه شهروندهای ایرانی حق انتخاب شدن ندارن، به همه خاطر دموکراسی در ایران کاملا بی‌معناست. در اسرائیل هم یا مثلا بازم بشه با جمهوری اسلامی مقایسه کرد، در ایران آیین یهود آزاده به شرطی که با قوانین اسلام شاخ به شاخ باشه، یعنی مثلا یه چیز خیلی موضحی در واقع میشه دیگه. در اسرائیل به همین ترتیب،
یعنی شما باید از لحاظ نژادی اول به رسمیت شناخته بشید تا بعد. به همین خاطر درست مثل این میمونه که از این زاویه مقایسش با آفریقا جنوبی خیلی دقیقه، برای اینکه امروز اون جهان اون حساسیت رو که نسبت به نژاد پرستی داره شاید بهتر آدم بتونه مشهودش بکنه. شما تصور بکنید که ما یک دولت داشته باشیم که در اون فرق مثلا در جمهوری اسلامی از بخواهم مثلا فرض کنید که در یه حکومت آینده در ایران همه ملت های ایران حق رأی داشته باشن به جز ترک ها. هیچ کسی نمیتونه همچین چیزی رو در واقع دموکرات بدونه به هیچ وجه. و به همین خاطر این جنبه رو که بهش اشاره میکنن روی یک پیشفرض غلط سواره، و اون پیشفرض اینه که ما شهروندی نداریم اما حق انتخابات داریم. حق انتخابات اول نمایشیه و کاملا بی‌معناست. یعنی فلسطینی‌ها هرگز از حق برابر انتخابات برخوردار نبودند. مرسی. اجازه بدید بعد از بررسی مسائل شهروندی و قومیت از یه زاویه دیگه در مورد اسرائیل و تاریخش و رابطه تاریخش با اینکه دموکراسی هست یا نیست با شما صحبت کنم. میدونید که استالین شاید جز اولین کسانی بود که دولت اسرائیل رو به رسمیت شناخت. یعنی در حقیقت اتحاد شوروی روز 17 مه 1948، یعنی تنها 3 روز بعد از اعلام استقلال اسرائیل اون رو به رسمیت شناخت. در این حال بنیانگذاران اسرائیل هم از سیاست‌های سوسیالیستی استفاده می‌کردند. مثلا کیبوتس‌های کشاورزی درست می‌کردند که خب کشاورزی کوپراتیو بود، یا اینکه به یهودیان خونه می‌دادند و کمک‌های مشابه. اما این اقدامات فقط برای یهودیان بود، نه برای غیر یهودیان. در حقیقت همونطور که شما اشاره کردید این موضوع رو نژادی کردن. آیا این موضعی که الان چپ ها دارن، بسیاری از چپ ها که میگن اسرائیل کشور دموکراتی نیست، با گذشتش میتونه هیچ رابطه‌ای داشته باشه؟ مثلا حزب سوسیالیست اسرائیل، میدونید زمان گولدا مایر، مثلا گولدا مایر توی کنفرانس های جهانی سوسیالیست های جهان هم شرکت میکرد و میگفت منم سوسیالیستم، ولی شکل اجراش اصلا یه شکل وحشتناکی بود. این تناقض رو چجوری میشه جواب داد؟ یعنی چرا اینطوری شد؟ من فکر میکنم این سوال خیلی مهمیه، ولی اجازه بدید اصلا تفکیکش کنیم. تا اونجایی که به استالین باز میگرده یا اصلا بهتر چیزش کنیم در واقع دولتی ببینیم، چون سیاست شوروی این در واقع خطای بزرگ شوروی در این بود که فکر میکرد که انگلیس هم خطر بزرگه نسبت به آمریکا. به همین خاطر اسرائیل رو در به نوعی در تقابل به اصطلاح در روبه آینده داشت میدید، و اون جنبه هم که شما اشاره کردید سر کیبوتس و اون سیاست های سوسیالیستی خیلی راحت گمراه کننده بود. ولی خب در این حال کمک میکرد به یهودی هایی که تازه وارد شده بودن. اصلا تردیدی در این نیست. اما آنچه که مهمه اینه که من میخوام بگم در واقع من ردش نمیخوام بکنم که سوسیالیستی بوده، ولی باید ببینیم چرا باشه. منم دفاع نمیخوام بکنم، در حقیقت برای روشن شدن موضوع از هان بسیاری از شنوندگان ما خوب این هست و یه چیز دیگه تناقضه. دقیقا نه کاملا درست. من اصلا چیزی نمیکنم که شما دارید به اصطلاح دفاع میکنید، یا من فکر میکنم که آنچه که مهم بهش توجه کرد در رابطه با دولت های در واقع مستعمر، دولت های استعمارگر، یعنی یک نیروی بیگانه اصلا از یک قاره دیگه پاشده اومده به اصطلاح کشور دیگر رو اشغال کرده. دقت کنید که اگر در واقع به شیوه رایج بورژوایی میخواست پیش بره، احتمال زیاد اسرائیل همون دهه اول نابود میشد. چرا؟ سرمایه داری انگوش میذاره روی ارزانترین نیروی کار، و بی تردید اعراب ارزانترین نیروی کار دارد.
خیلی مهمه که سوسیال دموکراسی در واقع یهودی، اون به اصطلاح صهیونیستی، سوسیال دموکراسی صهیونیستی خیلی ضروری بود برای اینکه پایه‌های این دولت مخوف نژادپرست رو در واقع سفت بکنه. دقت کنید که اتحادیه‌های کارگری اسرائیل دقیقاً همتراز اتحادیه‌های در واقع آفریقای جنوبی بودن، یعنی کاملاً نژادی و پاکسازی قومی. من فکر می‌کنم که در این وقتی دارم همچین پدیده نگاه میکنه، اون جمله درخشان کارل مارکس توی سرمایه جلد اول رو باید یادش بیاد که کار هرگز در پوست سفید رها نخواهد شد مگر آنکه در پوست سیاه نیز رها شد. اینو در رابطه با بردهداری در آمریکا میگفت، همونطور که خودتون خیلی خوب میدونید درباره ایرلندی ها خیلی نوشتن در رابطه با هند. من فکر میکنم اون فقط یک تاکتیک نبود از طرف چیزها، از طرف اون به اصطلاح صهیونیسم اولیه، فراتر از این پروژه صهیونیسم بنابرای تعریف یک پروژه دستراستیه. یعنی تئودور هرتزل به راست‌ترین گرایش در واقع یهودی های طبقه متوسط در اتریش انداختش و سردرد اصلیشون و موزر اصلیشون یهودی های پاپتی اروپای شرقی بود که به سوسیالیست در واقع گره خورده بودن. اون به اصطلاح دربوند به اصطلاح توی روسیه خیلی جنبش عظیمی. تا قبل از این که پاکسازی قومی و کشتار وحشتناک آلمانی ها رسما در واقع جان نیفته، بخش بزرگی از یهودی ها ضد صهیونیسم بودن و نمیتونستن در واقع صهیونیسم نمیتونست اینا رو نقل مکانه. به همین خاطر مجبور بودن که اینا در واقع با سوسیالیسم به اصطلاح از مفاهیم سوسیالیستی استفاده رو بکنن و مهم هم بود که به اصطلاح بتونن اون اشکال رو بسازن همه این داستان. اما فراموش نباید کرد که این شکلی نیست که چون اسم سوسیالیستی داشت پس جوانه به مثبتی داشت. درست مثل این میمونه که مثلا فرض کنیم ما مثلا ماو یک جای گفته بود که سالین نمیدونم 70% کاراش بد بود یا 70% خوب بود، اما ترتیبش یادم رفت. خیلی اصلا چیز عجیبی این حرف. اون جنبشی که برای رهایی انسان میخواد وارد میدین بشه که نمیتونه در واقع یک سری قتل عام ها رو به اصطلاح چشم‌پوشی بهش بکنه به خاطر اینکه هدف وسیله رو توجیه میکنه. من فکر میکنم اون بودی رو که در رابطه با استالین به اصطلاح و شوروی بوده، همونطور که اشاره کردم، بیش از هر چیز یک چیز استراتژیک بود. اما اینکه چرا اسرائیل اون سیاست رو پیش گرفت، همونطور که میدونید در واقع با آغاز نولیبرالیست در جهان اسرائیل هم وارد اون شد. ها میدونه که در واقع تمام رده های اون رو زدن و یکی از دلایلش که اسرائیل به شکل جنونبار دنبال جنگ هست دقیقا برای خفه کردن اون به اصطلاح صداهای اعتراض درونی خود اسرائیل هم هست. و یه اشاره خیلی کوچولو کنم، چون شما تو صحبتاتون اشاره به این به اصطلاح جنگ چند روزه کردید و اینها، فراموش نباید کرد به هر حال که نتانیاهو فاسدترین نخست وزیر در حال حاضر زنده اسرائیله و میدونه که به محض اینکه دولتش به پایان برسه جاش توی هولوکتونیه. این جنگ ها خیلی دلیل به اصطلاح استراتژی براش داره. اما آنچه که من فکر میکنم به چپهای امروزه برمیگرده اینه که نقطه قوته و اون اینه که ما خیلی از اشتباه گذشتمون رو داریم سعی میکنیم تکرار نکنیم. مثلا در کشور سوئد که من درش زندگی میکنم، اتحادیه‌های کارگری درست مثل خیلی کشور دیگه اوائل جنبش در واقع جنبش کارگری زنان رو مشکلی در مقابل خودش می‌بینید. حق هم داشت از یک لحاظ، چرا؟ چون زنان در واقع قیمت کار رو می‌آوردن پایین و چیز می‌شد، در واقع قدرت چانه زنی اتحادیه‌ها تضعیف می‌شد. خب طبیعیه که ما باید از این تجربه بیاموزیم و بر گذشته خودمون انتقاد خیلی جدی بکنیم و شرمنده باشیم که از در واقع خواهران کارگر خودمون رو دشمنان طبقاتی خودمون می‌بینیم. من فکر می‌کنم کسی که به نوعی لااقل سوسیالیسمش بخواد به کارل مارکس گره بخوره، نمیتونه به هیچ وجه مدافع دفاع و آزادی بی قید و شرط فلسطین نباشه. امروز فارغ از این که اسرائیل اسم خودش رو دولت سوسیالیستی بذاره یا نذاره و
فکر میکنم مسئله خیلی مهمه و فکر میکنم به این دلیله که چپهای امروزی با چپهای دیروزی اون کلمه که شما بهش اشاره کردین خیلی متفاوتن. یه اشاره فقط دیگه هم بکنم، من فکر میکنم وقتی که شوروی از بین رفت یک نوع در واقع آزادی هم در درون چپ ایجاد شد، چون مرجع تقلید از بین رفت در واقع دیگه. ما لااقل انقلاب 57 در ایران به ما نشون داد اون در واقع مرجع تقلید داشتن چجوری میتونن یک جنبش در واقع به اون عظمت مثل جنبش فدایی رو قربانی بکنه، به خاطر که یک عده چشمشون به مسکو بود که از اونجا چه پیام میاد. من فکر میکنم این هم تاثیر نداره. نه با شما کاملا موافقم. از این جنبه که بگذاریم، البته اسرائیل هیچ وقت خودش رو سوسیالیست ندونسته، هرچند حزب سوسیالیستش چندین بار تونسته دولت رو بگیره، ولی یکی از مسائلی خیلی مهمه و این روزا همیشه همراه مسئله اسرائیل نقل میشه اینه که از زمانی که اعلام استقلال کرد از 1948 با انتقادات بین المللی زیادی روبرو شده، مثلا با شهرکسازی اسرائیل تو سرزمینای فلسطین، در مورد رفتاری که با فلسطینی ها میکنه، در باره رفتار نیروهای دفاعی سربازای اسرائیلی در درگیریشون با اعراب و همینطور محاصره نوار غزه و اینا مورد انتقاد قرار گرفته. و هر وقت که راجع به فعالیت‌های دولت اسرائیل صحبت میشه، هواداران اسرائیل میگن که شما نباید به اسرائیل ایراد بگیرید، یعنی در حقیقت دولت اسرائیل رو معادل ملت اسرائیل میخوان جلوه بدن. این یکی از تناقضات خیلی بزرگیه که متاسفانه طرفداران اسرائیل سفت و سخت بهش چسبیدن و هر کسی که بر علیه دولت صحبت بکنه متهمش میکنن به آنتیسمیتیزم، یعنی ضد یهودی بودن. و این حتی کارو به جایی کشون که یکی دو سال گذشته جرمی کوربین که رهبر حزب کارگر انگلیس بود رو مجبور کردن که از حزب اخراج بشه و این مسئله کوچیکی به نظر من نمیاد. یعنی ما تو دورانی داریم زندگی کنیم که حتی اینا میتونن تو سیاست‌های اروپا هم تأثیر بذارن. با این مسئله چجوری باید برخورد کرد؟ ببینید، من فکر میکنم که اول که مسئله در واقع صهیونیسم هیچگونه ارتباطی به یهودیت نداره. طرفداران اصلی صهیونیسم اتفاقا یهودیان نیستن، مسیحیای دست راستی آمریکایی هستن. صهیونیسم یک پروژه سیاسیه، یعنی یک در واقع ایدئولوژی سیاسیه، نه ربطی به دین داره، نه ربطی به خیلی هم مدرنه، اواخر قرن 19 در واقعش. همزمان که یهودی ستیزی خیلی داشت روش میکرد در اروپا، میدونید ماجرای دریفوس توی به صدا فرانسه که امیزولا اون آقای معروف جکریز رو نوشته های داستان ها، همزمان که خیلی جالبه دیگه، چپ ها و سوسیالیست ها در مقابل یهودی ستیزی می ایستادند، هرتسل و طرفداران صهیونیسم خواهان رشد یهودی ستیزی بودند. چرا؟ صهیونیسم بدون وجود مقداری در واقع یهودی ستیزی اصلا دلیل وجودی خودش را از دست میده. درست مثل در واقع این گفتمان آنتی راسیسم میمونه امروز، گفتمان آنتی راسیسم گفتمان دولتی، یعنی در واقع گفتمان ضد به اصطلاح نژاد پرستی دولتی که کاملا طرفدار نئولیبرالیسم و از آنتی راسیسم به عنوان بهترین سلاح برای در واقع زدن طبقه کارگر به عنوان سفیدپوست بودن استفاده میکنن اینها، این گفتمان هم بدون وجود مقداری نژاد پرستی نمیتونه دلیل وجود خودش از دست میده. به همین خاطر هم که همه جای تا اتفاق میفته میگن راسیسم راسیسم. آنتیسمیتیسم در واقع همینه. وقتی که در راجع به صحبت میکنن که یهودی ستیزی داره رشد میکنه، باید به این مسئله دقت کرد که اولا که بخش بزرگی یهودیان دنیا هیچ ارتباطی به اسرائیل نداره، یعنی حتی اگر از لحاظ فرهنگی هم بخوام به مسئله یهودی نگاه بکنیم که ایراد داره، بخش بزرگی یهودیان دنیا اصلا زبان مشترک نداره. طرفداران اصلی صهیونیسم امروز در اسرائیل
آنانی هستن که در جیبشون معمولا دو پاسپورت یا حتی سه پاسپورت دارن. اینو جاناتان کوک خیلی زیبا توصیف میکنه، اون روزنامه‌نگار خیلی معروف به اصطلاح انگلیسی که سالیان سال در ناصر هست. میگه در واقع اگر یک دولت دموکراتیک بر مبنای شهروندی در فلسطین تاریخی به وجود بیاد که در اون شهروندا بر مبنای شهروندی تعریف میشن، کسانی که اونجا رو ترک خواهند کرد همه اون صهیونیست‌هایی هستن که از آمریکا و فرانسه و انگلیس و آلمان و مثلا سوئد و مثلا اینجور کشورها اومدن. چرا؟ چون بازماندگان کیاخان بود، بازماندگان در واقع پاپتی‌های یهودی و پاپتی‌های عرب خواهند در واقع. در واقع این مسئله به اصطلاح استفاده از این مسئله به اصطلاح آنتی‌سمیتیسم رو باید توجه کردیم. کشتار وحشتناک یهودی ها توسط آلمان بهترین ابزار رو داد به صهیونیست‌ها. این رو نورمان فینکلشتاین در کتاب معروف صنعت به اصطلاح هولوکاست The Holocaust Industry خیلی قشنگ این رو توضیح که چجوری سو استفاده می‌کردی. فراموش نکن که داوید بن‌گوریون خودش رسما اعلام کرده بود، گفته بود اگر من میتوانستم تمام فرزندان بنی اسرائیل رو با انتقال اونها به انگلیس نجات بدم، ولی فقط نصفشون رو با انتقالشون به فلسطین من اون نصف رو ترجیح میدادم. یعنی این پروژه اشغال فلسطین همیشه وجود داشت. من فکر میکنم که چپ قاطعانه باید بین صهیونیست و یهودیت خط بکشه، قاطعانه بی بروباید. جزء بزرگترین مدافعان فلسطین یهودی های کمونیست هستن، یک تردید اصلا نبود. یعنی تا دلتون بخواد تاریخ پر افتخار جنبش سوسیالیستی خوشبختانه مملو هست از یهودی هایی که همه در کنار به اصطلاح تولید افتان و در کنار لگت مار شدگان هستن، از خود آقای کارل مارکس گرفته تا روزا لوکسمبورگ گرفته تا یادش بخیر لیوپانیچ، ایل مارکسین بود، موشه ماخوبر، هر کی آقایی که بخواد ما بودیم همجور قطار کن. من فکر میکنم یکی اینه، دو خیلی خطرناکی که چپ اگر زمانی در میان گرایش های اسلامگرا این دوتا رو میخوام در هم آمیخته بکنن مسکوت بگذاره این مسئله رو، به خاطر اینکه بخواد در واقع در کنار پیش خودش کنه قربانیان فلسطینی قرار بگیره. من فکر میکنم که قاطعانه باید مرز این دوتا رو اصلا جدا کرد. یهودیت هیچ گونه ارتباطی به در واقع صهیونیسم نداره. هیچ انسان دموکراتیکی نمیتونه ضد صهیونیسم باشه. صهیونیسم بنا به تعریف یعنی نژاد پرستی، اصلا تعریفی در این نیست. یعنی یک در واقع نژاد رو شما برجسته بکنی و تازه پاشی بری مملکت رو یه عده دیگر رو بگیری. و باید دقت کرد که اون مسئله انگلیس رو که شما به درستی بهش اشاره کردید، اونجا در واقع این بازی از قبل باخته شده بود. چرا؟ چون تمام مطبوعات در واقع پشت این چیز قرار گرفته بود. من فکر میکنم چپ قاطعانه آگاهانه باید بیسته و از اون اصول دفاع بکنه. مثلا آدمی مثل موشه ماخوبر خیلی جالبه برای من دیگه، کتا کسی من دیدم با در واقع این در معنای واقعا مثبت کلمه میگم، پس تو با این حالی در واقع از فلسطینی ها دفاع میکنه و ضد صهیونیسته. چرا؟ چون میدونه چجوری در واقع دفاع بکنه و چرا میدونه این که یهودی هست کمکی نمی کنه. خیلی راحت میتونن بهش بگن تو از یهودی ها خود بیزاره، در واقع این اصطلاح مندرابودی هم به وجود آورده. من فکر میکنم که اصلا جای به اصطلاح چیز نیست، ولی چپ هرگاه در درون صفوفش نیروهایی باشن که بخوان این دو رو در هم قاطی بکنن، با قاطعانه در مقابل اونها بیسته. من فکر میکنم که مسئله اسرائیل هیچگونه ارتباطی به مسئله یهودیت نداره، یک دولت اشغالگره، یکی از آخرین در واقع دولت‌های اشغالی اروپا در جهان و باید از اون زاویه بهش نگاه کرد. این که در واقع خودش رو اسرائیل میخواد گره بزنه به یهودی‌ها دیگه، باید قاطعانه باهاش مقابله کرد و این اجازه رو نداد. مرسی، خیلی ازتون ممنونم. شما تو قسمت‌های قبلی اشاره کردید به فرشته آزادی، اون مجسمه‌ای که چشماشو بسته، که من فکر میکنم به مسئله قانونیت و داشتن قانون توی هر جامعه اشاره کردید، چون که برای رسیدن به دموکراسی
خب طبیعتاً لازمه که قانون حکم فرما باشه، قانون وجود داشته باشه تا بعد بشه به آزادی رسید، و وقتی آزادی داشت اون وقت میشه دموکراسی رو اجرا کرد. با توجه به صحبتهایی که ما کردیم، که من تصمیمم این بود که سوالایی رو که از زوایای مختلف کردم بتونم گره بزنم به مسئله دموکراسی در اسرائیل و آینده اسرائیل، با این حساب شما آینده عرب و اسرائیل رو چه جوری میبینید؟ والا پیشگویی در اون رابطه خیلی سخته، اما به دو سه چیز شاید شواهد بتونم یه مقدار اصلا نشون بدم به چه سمتی داره حرکت میکنه. اول که مسئله بایکوت اسرائیل، همین که اسرائیل تمام تلاش خودش رو کرده که با کمک آمریکا به ویژه در دوران ترامپ، حتی در واقع قانون رو اونجا تغییر بدن که جلوی راجر واترز، اون باسیست معروف سابق گروه پینک فلوید رو بگیرن که از طرفداران در واقع BDS هست، خود این نشون میده که مسئله بایکوت داره ضربه خیلی جدی به اسرائیل میزنه. این ضربه هم ضرورتا ضربه اقتصادی نیست، ضربه معنویه. دقت کنید، اسرائیل تا یک اندازه میتونه، شما دارید به مسئله بایکوت و بی دی اس اشاره میکنید دیگه، یعنی بایکوتی که توسط افراد انجام میشه نه توسط دولت ها. دقیقا. و همونطور که خودتونم خوب میدونید، فروپاشی آپارتاید در واقع آفریقای جنوبی هم از اینجا شروع شد. در واقع اون اصطلاح، اون جنبش های توده ای از پایین بایکوت رو به اصطلاح چیز کردن. همون موقع هم حتما یادتون هست که طرفداران مثلا در انگلیس توری ها عکس نلسون ماندلا رو به عنوان تروریست پخش میکردن و طرفداران در واقع چیز بودن دیگه، آپارتاید. من فکر میکنم نشون رسما ما داریم میبینیم که افکار عمومی داره تغییر میکنه نسبت به اسرائیل. یه اتفاق خیلی مهمی که چند سال پیش افتاد، در یک همه پرسی در میان یهودی های آمریکایی، مثلا یهودی های جوان، اسرائیل اعتباری نداره. نه به خاطر اینکه اونا طرفدار فلسطینن، به خاطر اینکه اونا هیچ ارتباطی با اسرائیل در واقع بین خودشون و اسرائیل نمیدونن. جوان های اصلا که دارن توی آمریکا زندگی میکنن، با تمام در واقع وجود آمریکایی هم، مشغلشون در واقع اون نیست. به همین خاطر این دو جنبه هست. مسئله سوم، من فکر میکنم شکست اسلامگرایی در منطقه خیلی مهمه. در اصطلاح اون که اسلامگرایی اعتبار خودش از دست داده، در این حال که خیلی وقتیش از دست داده بود، با به خاطر جنایت های داعش خیلی سریعتر در جامعه در واقع عرب مسلمانان سنی در واقع از دست داد. و من فکر میکنم گره میخوره به وضعیتی که جنبش کارگری و جنبش سوسیالیسم و جنبش در واقع دموکراسی خواه در اروپا به چه سمتی میره. ما دوشاره خیلی جدی رو باشون بدرستیم. شما میدونید خودتون در انگلیس، خب به اصطلاح تمام تلاشون رو کردن و شکست خورد به اصطلاح لیبر، اما جمعه شکست نخورده، اون یه مانع بوده، خب باید دوباره تلاش بکنه. در آمریکا به همین ترتیب تغییرات از این گونه من فکر میکنم میتونه تاثیرات خیلی مهمی در واقع بگذره. و راهی، بعضی الان دارن میگن که نظریه دو دولت تقریبا دیگه غیر ممکن شده. واقعیت اینه که هرگز نظریه به نام نظریه دو دولت وجود نداشت. این نظریه دو دولت همیشه از آغاز حقه بود از طرف صهیونیست‌ها برای که هر چی بیشتر در واقع بگیرن. شما به این اشاره کردید توی صحبتاتون که دولت های مختلف در اسرائیل به ویژه بخش اولش تقریبا همیشه لیبر بود دیگه، حزب کارگر. همون اندازه در واقع شهرک سازی ها در زمان اونها صورت می گرفت که در زمان چیز، یعنی از اینها با هم یک دست بودن. من فکر می کنم که چیزی به جز یک دولت با حقوق شهرانی نمیتونه اونجا معنا داشته باشه. بعضی هم میگن این یک چیز اوتوپیاییه، یک چیز غیر ممکنه. تو بگویی مثلا دو دولت خیلی ممکنه، یه لحظه فقط بزنیم با دو سه تا سوال. فرض کنید که دو تا دولت رو میگیم که اصلا اسرائیل فلسطین رو به رسمیت بشناسه. آیا دولت فلسطین حق داره با همسایه هایی که دارن بره در واقع اختلافات نظامی داشته باشه؟ آیا واقعا اسرائیل میپذیره که مثلا جمهوری اسلامی ایران بره با غزه مثلا، باید قاعدتا این اجازه رو بده دیگه، دولت مستقل دیگه. به خاطر این نظریه دو دولت
محتمل‌تره در واقع یک چیزی از تو کلمات که اصلا دو دولت نیست. بهش میگن علامت سوچا دارد. میدونید اون اصطلاحی که در بنتورستانهای آفریقای جنوبی. حتما شما دیدید شهرک های در واقع چجوری رفتن اصلا فلسطین رو تکه تکه کردن. مثلا شهر الخلیل که در واقع به هبرون معروفه در اصطلاح افکار عمومی به کرانه باختری تعلق داره، ولی نگاه میکنی حتی تو اونجا هم در واقع این فلسطین بیچاره حتی اونجا هم از امکانات خودشون برخوردار نیستن. من فکر میکنم که در واقع اون اعتراضاتی هم که به شکل جد داره از پایین در فلسطین شکل میگیره، همونطور که در لبنان هم شاهدش بودیم، علیه اون سیاست هایی که از بالا رو خونده و علیه اسلامگرایی امیدبخشه، باید امیدوار بود و باید تلاش کرد که این رو برای افکار عمومی جا انداخت که آنچه که یه سوئدی میخواد، آنچه که یه آلمانی میخواد، آنچه که یه انگلیسی میخواد، یک فلسطینی و یک یهودی هم همون چیز رو میخواد، چیزی فراتر از اون نیست. و من فکر میکنم که جنبه های امید وجود داره. ما داریم میبینیم که به اون سمت داری در واقع حرکت میکنیم. طبیعه که خیلی هم موانع سرمون هست، تمام رسانه های عمومی ضد این هستن، دولت ها به طور عمومی ضد این هستن، ولی نباید فراموش کرد که جنبش های کار در واقع جنبش های رهایی بخش همیشه در واقع با این موانع روبرو بودن و این بار اول سر تاریخ به این شکل داره. ببینید اگر امکان داره اینو من میخواستم یه خورده بیشتر توضیح بدید که بین وحدت بین نیروی کارگر یا زحمتکشی عرب و یهودی منطقه، این دوتا یه فاکتوره و اگر تمام منطقه بتونه به سمت سوسیالیسم بره یه مسئله دیگه است. یکی رو میشه بهش گفت عامل بیرونی، یکی رو میشه بهش گفت عامل درونی، فقط مهم اینه که منظور همدیگه رو بفهمیم. آیا واقعا این چشمنداز هست که احزاب و نمایندگان عرب منطقه بتونن با احزاب و نمایندگان یهودی منطقه با همدیگه هیچ پیوندی داشته باشن و با همدیگه کار مشترک بکنن؟ اینکه احزاب بتونن این کار رو بکنن یا نه یک سواله. چون که اگر خاطرتون باشه تو همین جنگای 11 روزه اخیر خیلی از ساکنین مناطق مختلف گله داشتن و میگفتن که مثلا خانومی بود یهودی بود میگفت من با همسایه عربم سالهای سال اینجا مواظب هم دیگه بودیم، من مواظبمون بودم، اون مواظب من بود، ولی الان دیگه اصلا نمیتونم حتی من باهاش حرف بزنم. حالا اینو اگه به عنوان یه نمونه که توی جامعه اتفاق افتاده بخوایم بزرگترش بکنیم، خب همکاری احزاب و ارگانا و مؤسسات مدنیه دیگه، کانونای مدنیه. ببینید این کاملا درسته. من فکر میکنم که خوبه به این مسئله توجه کرد که افکار عمومی در اسرائیل خیلی تحت تاثیر اون فضای ایدئولوژیکی هستن که در اسرائیل همیشه چرا اینقدر مسئله در واقع هیتلر هیتلر هی میکنن هر بار توی اسرائیل، به خاطر اینکه در واقع شما وقتی اون حراس رو ایجاد بکنی خود به خود اون ناامنی به وجود میاد و اون دشمنی هی تشدید میشه و همین خاطر در درون اسرائیل خیلی مشکل بتونه اون چیز به وجود بیاد. این هم پپه که خودش اصلا نظرش اینه که از داخل امکان نداره همچین چیزی، در واقع میگه این از بیرون باید، همین خاطر روی مسئله بایکوت تاکید میکنه. اما اون چیزی که شما اشاره کردید به خود کل منطقه ما به ما خیلی تعیین کننده تر هست. ببینید در بهار عرب شما فقط فرض کنید که در مصر شکست نمیخورد، مثلا به شکل تصور بکنید که در مصر سوسیالیستی هم نمیشد اما یک چیز دموکراسی، یک دموکراسی جوندار وجود میاد. تردیدی نیست که آمریکا باید روابطش رو تغییر داد. چرا؟ آمریکا مادامی از اسرائیل دفاع میکنه که منفعت براش داشته باشه و اگر بزرگترین کشور عرب منطقه در واقع سیاستاش عوض بشه، خب آمریکا راحت اسرائیل رو میفروشه همونطور که خیلی از طرفداران خودش رو فروخته. به همین خاطر من فکر میکنم که تا اون
اونجایی که به اسرائیل برمیگرده اون فشار افکار عمومی خیلی مهمه، اون BDS، اما تا اونجایی که به منطقه برمیگرده تلاش برای در واقع ایجاد در واقع جنبش های دموکراتیک از پایین برای تغییر خود اون نظام موجود، اون تصویر را حتما یادتونه، اون تصویر خیلی مضحکی که سیسی بود و ترامپ بود و اسمش که بن سلمان بود فکر کنم، دستاشون روی کره گذاشته بودن میخواستن با تروریسم را بجنگن، سه تجلی بزرگ تروریسم میخوان در واقع با تروریسم بجنگن. برای خاطر مثلا کشور خود ما رو شما نگاه کنید، اگر در ایران ما بتونیم در واقع جنبش توده از پایین بتونیم دموکراسی در ایران ایجاد بکنه، اصلا تمام قواعد بازی رو به هم میزنه. من فکر کنم همه اینها مهمه، به همین خاطر هم است که ما خیلی مهمه در درون خودمون با این در واقع بدفهمی ها مبارزه کنیم. میدونیم که بعض موقع در ایران شده نه بیروت نه غزه جان فدای ایران از این به اصطلاح شعارا چیز میدن، ما باید در واقع این رو جا بندازیم که بدبختی ملت فلسطین در واقع به ما سودی نمیرسونه. یک، هیچ وقت ما نمیتونیم خوشبخت باشیم اگر همسایه همون بدبخت باشن. دو، جمهوری اسلامی دوست فلسطینی ها نیست، همونطور که حماس و عربستان سعودی دوست ملت ایران در واقع نیستن. و همه خاطر من فکر میکنم این جوانب خیلی مهم داره. ما قبل از هر چیز در واقع وظیفه اصلیمون در رابطه با کشور خودمونه، اما در نگاه بین المللی من فکر میکنم که وظیفه هممون وظیفه داریم که تا اونجایی که میتونیم برای رهایی فلسطین مبارزه بکنیم به اشکال مختلف، حتی اگر شده افکار عمومی رو یک مقدار تحریم. رفیق چیتساز، من نمیخوام این مصاحبه رو تموم بکنم، ولی اینقدر به مسائل مختلفی اشاره میکنی که فکر میکنم باید چندین بار و چندین ساعت با شما صحبت کرد و این مسائل رو دونه دونه باز کرد و یه مقدار بدفهمی هایی که هم توی چپ وجود داره هم توی مردم جامعه و توی منطقه اصلا وجود داره رو اینا رو راجبش صحبت کرد و شاید بتونیم یه بخش کوچکی از وظایفی رو که داریم به این ترتیب انجام بدیم. به هر حال از وقتی که به ما دادید و از صحبتهایی که کردید یک دنیا ممنونم. امیدوارم که بازم بتونیم از وقت شما استفاده بکنیم و راجع به مسائل اسرائیل، فلسطین، منطقه و امثال هم از شما سود ببریم. خواهش میکنم، من ایمان هستم که باید از شما تشکر کنم. خیلی ممنونم به خاطر این فرصتی که به من دادی و فکر میکنم که اون بخش آخری صحبتتون مهمترینه. در واقع ما من معمولا این شکلی به مسئله نمو کنم که ما در واقع به عنوان سوسیالیست بدهکار در واقع تویدستان جهان هستیم، باید یه جوری این دینمون رو ادا بکنیم، حالا تا هر اندازه آدم بتونه در واقع توانایی شده شده. خیلی ممنونم، به نوبه خودم. بسیار خوب، بینندگان عزیز تا برنامه بعدی، بدرود.